بودجه خرید در حدود 18000 دستگاه شناخت بایومتریک برای انتخابات ریاست جمهوری اسای کمیته تدارکات ملی منظور شده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا یک هفته آینده فهرست نامهای رای دهندگان اصلاح خواهد شد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خانم مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. ممنون. خانم امینی، من میخوام در نخست بپرسم این بودجه که مد نظر گرفته شده به منظور ساخت در خریداری در حدود 18000 دستگاه شناخت بایومتریک رای دهندگان که بیش از 14 میلیون یورو است، آیا این پول مقدارش زیاد نیست با توجه به این که ما پیش از این دستگاه شناخت بایومتریک خریداری کردیم به کمیسیون مستقل انتخابات؟ بسیار تشکر. سلام به شما و همه بیننده های ما. حدود 39544 دستگاه بایومتریک برای انتخابات شش میزان ما نیاز داریم که حدود 30000 مرکزی که اینا پیش بینی کردن و این مراکز قرار است ما در روز انتخابات رای بدیم محلات با مزرعه، برای این حدود 21679 دستگاه بایومتریکی که قبلا ما داشتیم از جمع امو 22000 را که خریداری کرده بودند برای انتخابات 28 و 29 میزان سال گذشته که از این جمع یک تعداد از این تخریب شده، اما خوشبختانه 21679 از این حالی هم میتونه کارآمد باشه برای انتخابات آینده افغانستان که جمعا ما دستگاهی را که ضرورت داریم 17765 دستگاه بایومتریک است که دیروز کمیسیون انتخاباتی با ریاست جمهوری افغانستان گفتگوهایی داشتند در مورد مسائل تدارکاتیش، یعنی هنوز هم گفتگو جریان داره، چانه‌زنی جریان داره که قیمت دستگاه ها، یعنی قیمت را که حالا شما ذکر کرده این قیمت نهایی نیست، در حال تغییر است، چون هر دستگاه بایومتریک برای اینا حدود 570 یورو اینا قیمت گذاشتن، اما هنوز هم همکاران ما که به خاطر خرید این دستگاه کمک میکنن از کمیسیون مستقل انتخابات رفتن در بحث تدارکات چانه‌زنی میکنن که اگر قیمتش پایین بیاید، چون یک قیمت خیلی گزاف است برای 150 میلیون دلاری که ما در کل بودجه برای انتخابات افغانستان داریم و این بودجه میتونه اگر قیمتش پایین بیاید میشه که پول باقی مانده شه در راههای دیگه که برای انتخابات افغانستان است مصرف کنیم. مفیدیت دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهندگان چگونه بوده در انتخابات گذشته که اکنون ما هم یک پول بسیار گزاف دیگر هم هزینه میکنیم که این دستگاه ها را خریداری بکنیم؟ یکی از مشکلات بسیار بزرگی که کمیسیون مستقل انتخاباتی است که همیشه همه تمرکز فکریشان روی کمیت است نه کیفیت. یعنی در انتخابات گذشته هم یگانه مشکل ما و یا مشکل اساسی و بسیار کلان این نبود که دستگاه بایومتریک کم بود، دستگاه کامل بود، میتونستن به همه مراکز و محلات برسانند، اما وقتی به یک مرکزی که در چند قدمی کمیسیون مستقل انتخابات قرار داره دستگاه نمیرسه و یا دستگاه رسیده و کارمند کمیسیون مستقل انتخابات آگاهی کامل نداره که چگونه استفاده بکنه، پس این بر نمیگرده به خود دستگاه بایومتریک. اما چون گفتن تعداد محلات حدود 30000 محل رای دهی میشه و برای هر محل که اینا دوباره امو صحبت قبلی ما شد که همه فوکسشون روی کمیت است نه روی کیفیت، 30000 محل را امنیت چه گرفته میتونند، 30000 محل را مواد انتخاباتی را انتقال داده میتونند، برای 30000 محل کارمند استخدام میشه، این کارمندا معاش نیاز دارن. از انتخابات 28 و 29 میزان هم که ما خاطری خوش نداریم، تا حالا که حدود تقریبا بیش از 8 ماه گذشته معاش کارمندان که برای دو روز کار میکردن را نپرداختن. همونطور دیدیم که یک تعداد زیادی از مراکز و محلات امنیت ندارن، مردم جانایشان در خطر میفته و یعنی بیشتر بودن این دستگاه ها کارآمد نیست. حداقل درست است که شاید یک جمعی از مشکلات ما را حل بکنه که به همه مراکز برسه، اما صحبت اصلی است که این دستگاه ها چگونه میرسه و اگر رسید آیا درست کار خواهد داد و یا خیر. حالا می‌بینیم پرسشی که در حال حاضر ایجاد میشه به میان میاد که نزد مردم هم همین است، با توجه به گزاف بودن پول که قرار است هزینه شود برای خریداری در حدود 18000 دستگاه شناخت بایومتریک، همین است که چقدر شفافیت وجود دارد در این پروسه؟ کمیسیون مستقل انتخابات همه مشاهدش بودیم که رهبری و همچنان دارلنچ های کمیسیون مستقل انتخابات رفتن به خاطر چک کردن این دستگاه و حالا مراحل تدارکاتیش حکومت هم دخیل هستش، مخصوصا وزارت مالی کشور، یعنی به گونه که اگر حالا نمیتونیم دعوا بکنیم که هم حکومت هم کمیسیون انتخاباتی هم نهادهای دیگه که با اینا هم کار هستن در خرید این دستگاه ها همیشان تقلب میکنن یا هم پول در این بین حیف و میل میشه، ما امیدوار هستیم
حرفایی را که میزنن و اسنادایی را که در اختیار رسانه و ما قرار میتنی درست باشه و بالاخره پولی که مصرف میرسه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. اما نمیشه که شفافیت اطمینان کرد برای کمیسیون های انتخاباتی با توجه به کار کرده که این کمیسیون ها در گذشته داشتن. مسئله اصلی است که نظر به همون قیمتی که هر دستگاه با همون دیوایس و پاور بانک و بالاخره خود پرینتری که داره به خاطر پرینت پاسکورا، اگر واقعا قیمت از او دقیقاً 570 یورو باشه، پس قیمت مجموعی 7765 دستگاه همین قیمتی است که شما قبلا رقمش ذکر کردین، یعنی در این چیزی برای پنهان کردن یا هم برای دزدی نخواد باشه. اما اگر قیمت هر دیوایس اینا اضافه کردن و دوباره از پولی که برای بودجه پرسش هم همین است، خب این باید کمیسیون مستقل انتخابات جواب بده، چون مراحل اصلی که شما تاکنون چی بوده؟ رقم اصلی که از آدرس کمیسیون با ما حداقل امروز با جدیدترین معلومات با ما شریک شده همین است که هر دستگاه 570 یورو قیمت داره، 17765 دستگاه اینا ضرورت دارن که خریداری بکنن. گفتن که این رقم تا حالا نهایی نشده، هنوزم چانه زنی ادامه داره و میشه که قیمت این دستگاه بایومتریک پایینم بیایه. بله، خانم امینی، در کنار از این بیان روی بودجه کلی انتخابات ریاست جمهوری هم صحبت های داشته باشیم. با توجه به میزانی که تعیین شده، پول که تعیین شده که باید به بودجه انتخابات هزینه شود، چقدر پول از این نهادهای کمک کننده، کشورهای کمک کننده به افغانستان خواهد دادن و چقدر دیگه هم حکومت افغانستان خواهد تانست که تمویل بکنن تا انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود؟ دیروز من قبلا هم ذکر کردم که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با حکومت افغانستان در ریاست جمهوری یک ملاقات داشتن که روی همه مسائل صحبت شد. حدود 150 میلیون دلار هزینه کلی انتخابات شش میزان است که از جمع تقریبا چیز کم 50 میلیون دلار از باید جامعه جهانی بپردازد، 100 میلیون دلار از این توسط حکومت افغانستان باید پرداخته شود که از او جمع تا حالا 7.2 میلیون دلار افغانی را اینا پرداختن برای روند ثبت نام تقویتی. از طرف جامعه جهانی هم بر روند ثبت نام تقویتی حدود 5.3 میلیون دلار مصرف شده و حالا در بحث خرید بایومتریک و همچنان آخرین خبری که با ما شریک شده ای است که اوراق رایدهی به کشور دنمارک فرستاده شده به کوبن هاگن تا در اوجا اینا ایره ورقا را به دسترس ما قرار بدن که دوباره در روز انتخابات ما اوراق جعلی رای دهندگان را نداشته باشیم. همین برگه ایره که ما به اساس زورایی میتیم ایره فرستادن به بیرون از مرز افغانستان تا جعلی و تقلبیش به بازار عرضه نشه و دوباره رقم رای تکراری و جعلی بلند نره. مصارف همی چاپ اوراق، دستگاه بایومتریک و ثبت نام تقویتی تا یک حدی توسط حکومت افغانستان مشترکاً با جامعه جهانی پرداخت شده. اما پول متبقی را، یعنی از جمعی 150 میلیون دلار، ببینید 20 میلیون از این پیش بینی شده برای انتخابات دور دو که اگر قرار باشه ما در دور اول به نتیجه نرسیم و انتخابات ما یعنی در دور اول هم 50 جمعی یک را پورا نکنه، پس ما مجبور هستیم انتخابات به دور دو بره. حدود 20 میلیون از این برای او پیش بینی شده که اگر در دور اول نتیجه بده ما 130 میلیون دلار در کل ضرورت داریم و این بودجه که 150 میلیون حالا تخمین زده شده این تنها است که مستقل انتخابات نیست. بودجه که بیسون شکایات، بودجه انتخابات دور دو همه خیلی کوتاه. اگر بگوین که با توجه به این کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن هستین که انتخابات در تاریخ 6 ماه میزان برگزار میشه؟ خیلی کوتاه. جدیت جامعه جهانی حکومت افغانستان را که میبینیم، 6 میزان خط سرخ است برای همه از اینا، اما بعضی کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات به بسیار کندی پیش میره که ما امیدوار هستیم به زودترین فرصت سرعت ببخشند کارایشان را که کمتر از 3 ماه وقت باقی مانده. تشکر، سپاس از اینکه با ما صحبت کردین. خیلی سپاس از شما.